به نام خدا با سلام خدمت شما همراهان همیشگی با قسمت سوم و پایانی خاطرات تیمسار خلبان محمد عتیقچی در مورد نحوه آموزش خلبانی در پاکستان در خدمتتون هستم البته بیشتر خاطرات مربوط به پاکستان در دو ویدیوی قبلی بیان شده و این ویدئو که شامل اتمام دوره در پاکستان و دو خاطره خیلی جالب و شنیدنی از اوایل ورود این خلبان خوب کشورمون به ایرانه رو به عنوان حسن ختام این برنامه براتون انتخاب کردم که ازتون میخوام ضمن حمایت از ما با لایک و کامنت های خوبتون شنونده این قسمت جالب باشید. در زمان شاه خلبان به اسم نصرت دهخارگانی با یه هواپیمای F5 از تبریز بلند میشه و به طرف شمال کشور میاد که در حوالی رامسر و با ابری و بارانی شدن هوا تصمیم میگیره که از دستگاه کمک ناوبری فرودگاه رامسر استفاده کنه. اما چون در اون زمان فرکانس یکی از فرودگاه های شوروی سابق قوی تر از رامسر بود ایشون اشتباها به سمت اون فرودگاه میره که موقع نشستن رو باند بدون اینکه اختار بدن هواپیماش رو میزنن و ایشون رو هم بعد از ایجکت به عنوان جاسوس دستگیر و زندانی میکنن که با تلاش های زیاد بعد از حدود 24 روز آزاد شده و به ایران برمیگرده مدتی بعد و در زمان جنگ هم این دفعه عراقی اونو زدن که ده سال اسیر بود ولی خوشبختانه سالم به ایران برگشت و با درجه سلشگری بازنشسته شد. همین داستان البته با اختلاف اساسی در اواخر دوره پاکستان برای منم پیش اومد که جز آخرین خاطرات جالب من از اواخر دوره آموزشی در پاکستان محسوب میشه. در پاییز 1350 تو یکی از آخرین پروازام تو پیشاور هوا خراب شد. هواپیما کمپاست داشت. اما کمپاست تو رد و برق اشتباه میکنه و در زمان تداخل فرکانسا فرکانس قوی تر رو میگیره. منم به خیال اینکه به سمت پیشاور دارم میرم فرکانس رو گرفتم و به راهم ادامه دادم. از ابر که بیرون اومدم یه فرودگاه ناآشنا رو دیدم. چیزی شبیه به یه فرودگاه متروکه. بنزینم کم بود و باید هر چی زودتر می نشستم. اما اصلا نمیدونستم که اونجا یکی از باندهای افغانستانه و نه پاکستان. فورا رفتم روی فرکانس گارد که تمام گیرنده ها از هواپیماها و برج و غیره میتونستن صدای منو بشنوند و اعلام کردم که من گم شدم و الانم در روبروی خودم یه باند با این مشخصات میبینم اما نمیدونم کجا هستم بنزینم خیلی کم و مجبورم همینجا فرود بیام اینا رو گفتم اما هیچ صدایی از هیچ کس در نیومد خلاصه همونجا نشستم و باند رو تا انتها ادامه دادم میخواستم از باند به سمت تاکسیوی خارج بشم که دیدم یه ماشین شطرنجی مشکی و نارنجی با چراغ گردان به سرعت به من نزدیک شد رانندش که ظاهرا عصبانی به نظر می رسید به من علامت داد که دنبالم بیا و منم با هواپیما دنبالش رفتم. اون منو به یه قسمت دور افتاده از رمپ پروازی هدایت کرد که تعدادی هواپیمای شکاری هم در فاصله دورتر از من پارک بودن. ظاهرا میگه 17 یا میگه 15 بودن. اما از اون فاصله نمیشد خوب تشخیص داد. تا پیاده شدم یه ماشین دیگه هم سر رسید و افرادش فورا پایین اومدن و بدون اینکه چیزی بگن منو بین خودشون نشوندن و راه افتادن. احساس بدی داشتم وقتی ماشین را افتاد یکیشون پرسید کجایی هستی رو هواپیما پرچم پاکستان بود ولی با این حال باز از من سوال کردن انگار که فهمیده بودن من پاکستانی نیستم تا گفتم دانشجو هستم دیدم حالت عصبانیت چهرهشون از بین رفت منو به یکی از گردانهای پروازی بردن که تعدادی خلبانم اونجا بودن البته اجازه ندادن که با اونا باشم فقط یکی دوتاشون از من سوالاتی پرسیدن. که منم گفتم خلبان فلان اسکادرانم و از پیشاور بلند شدم یه نیم ساعتی که گذشت افسر حفاظت اومد فکر کنم سروان بود چون ستاره رو دوشش داشت اون موقع حکومت افغانستان پادشاهی بود و محمد ظاهرشا در این کشور حکومت میکرد افسر حفاظت خیلی کوتاه یه سری اطلاعات اولیه از من گرفت وقتی دیدم رفتارا کمی عادی شده ازشون خواهش کردم که به پایگاه پیشاور اطلاع بدن تا یه وقت فکر نکنن که من دادم حدودا دو ساعت از این ماجرا گذشته بود که دیدم یه هواپیمای F86 پاکستانی در باند به زمین نشست. اون موقع شفیق سانحه داده و کشته شده بود. به همین خاطر فرد دیگه ای رو دنبال من فرستاده بودن. اونو هم به گردان آوردن و من قضیه رو براش تعریف کردم. افغانستانی ها هواپیمای منو آماده کردن و استاد لیدر شد و من تو بالش پرواز کردم تا اینکه 20 دقیقه بعد تو پیشابر فرود اومدیم. وقتی برگشتیم فرمانده گردان بازخواستم کرد و گفت نباید میذاشتی بنزینت به حدی برسه که مجبور بشی اونجا فرود بیای. خلاصه دوره آموزش در پاکستان با تمام حوادث تلخ و شیرینش تموم شد. من دیماه سال 47 وارد دانشکده خلبانی شدم و آبان سال 50 در پیشاور پاکستان با گذراندن دوره جت از دانشکده خلبانی فارغ و تحصیل شدم. بعد از تموم شدن آموزش به ما چند روز مرخصی دادن ولی ما جایی نرفتیم و دوست داشتیم هر زودتر به ایران برگردیم در تمام مدت آموزش نیروی هوایی پاکستان به طور مرتب نمرات و مراحل پروازی دانشجوها رو به نیروی هوایی ایران گزارش میداد. طوری که بعدا متوجه شدیم نیروی هوایی بهتر از خود ما از آموزشامون خبر داره. مرخصی که تموم شد اومدیم کراچی و تو همون فرودگاه از جناب مکفی بلیط هواپیمای مسافربری هما رو گرفتیم و 48 ساعت بعد در دوم آبان سال 1350 هواپیما تو فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. از فرودگاه که بیرون اومدم بدون معطلی ماشین گرفتم و اومدم خونمون برام یه گوسفند کشته بودم و اون شب یه جشن مفصل گرفتم مادرم که بهش عزیز میگفتیم شبش تا صبح پیش من بود چند مرتبه هم ازم پرسید مادر تو پاکستان زن نگرفتی که گرفتی که منم هر دفعه جواب میدادم نه مادر من زن کجا بود به هر حال اون شب تا صبح بیدار بودیم خبری از خواب نبود ما یه هفته مرخصی داشتیم و قرار بود بعد اون خودمون رو به ستاد نیروی هوایی در خیابان پیروزی معرفی کنیم. در سال 47 که من برای خلبان شدن رفتم، بیشتر از هزار نفر می شدیم که ثبت نام کردیم که از اون همه فقط حدود 23 نفر وارد دانشکده شدیم. با تمام شدن دانشکده و پرواز با هواپیماهای یه موتوره شدیم 20 نفر که رفتیم پاکستان. تو دو دوره ریسالپور ده نفر دیگه به ایران برگشتن و ما ده نفر رفتیم کراچی بعدم پیشآور از اون ده نفرم پنج نفر برای هواپیمای شکاری انتخاب شدیم که از این پنج نفر فقط من یکی جان سالم بدر بردم مرخصی که تموم شد رفتیم ستاد و خیلی مرتب و با درجه ستوان دومی جلوی سرهنگ کمال قربانزاده رئیس عملیات ستاد نیروی هوایی به صف شدیم. وارد اتاق که شدیم پرونده های ما رومیزش بود. و اون ظاهرا همه رو مطالعه کرده بود. اول از خود ما پرسید که چی دوست داریم بشین؟ خلبان ترابری یا شکاری؟ هر کسی یه چیزی میگفت. از اونجا که من همیشه تصمیم‌های غیر منتظره میگرفتم، دستم رو بردم بالا و گفتم قربان من میخوام خلبان ترابری بشم. من در حال این حرف رو زدم که هم خودم به خلبانی شکاری علاقه داشتم و همین که اون زمان بچه های شکاری ارج و غرب زیادی داشتن و به اصطلاح نور چشمی شاه بودن و خیلی بهشون میرسیدن. جناب قربانزاده یه نگاهی به من انداخت و پرسید چرا؟ با لحن جدی گفتم میخوام یه خورده به سفرهای خارجی برم. که ایشون اخم کرد و گفت فقط برای همین انقدر برای دوره دیدن به خارج میرین که خودتون خسته میشین. بعدم پرونده ها رو نشون داد و گفت شما از قبل انتخاب شدین. اونایی که گفتن ترابری میرن شکاری شکاری هم میرن ترابری تا اومدیم چیزی بگیم گفت ایناش پرونده هاتون اینجاست من که از خودم چیزی نمیگم و نامه ارتش پاکستان رو گرفت بالا بعدشم گفت شما شکاری ها چند روز دیگه خودتون رو به پایگاه دسفول معرفی کنین تا با F86 پرواز کنین ولی وقتی ما به دسفول رسیدیم به خاطر سانه ای که تو روز ورودمون برای یکی از خلبانا رخ داد و باعث مرگش شد F86 رو از نیروی هوایی بازنشسته کردند و ما دوباره راهی تهران شدیم. بعد از این سانحه ایران تعدادی از هواپیماهای F86 رو برای موزه نگه داشت و تعدادی رو هم به عنوان کمک نظامی به پاکستان داد. اما هیچ کس به این فکر نبود که از این هواپیماها در امر آموزش استفاده کنن و تو کشور خودمون به خلبانا آموزش بدن. ما حتی این پیشنهاد رو هم مطرح کردیم اما هیچ به حرفمون توجه نکرد. چون نمیخواستن این توانایی رو در کشور ایجاد کنن گفتن هر وقت خودتون به جایی رسیدید تصمیم بگیرید یعنی غیر مستقیم گفتن به شما ربطی نداره به هر حال همون روز اول F86 از رده خارج شد و ما رو دوباره به ستاد تهران فرستادن این بار ستاد ما رو برای پرواز با F4 به گردان 11 شکاری مهرآباد فرستاد من دوست نداشتم با F4 پرواز کنم البته بعدها خیلی بهش علاقه من شدم اما چون دوباره باید کلی درسشو میخوندم حاضر نبودم برم رو فانتوم ولی سرهنگ قربانزاده نذاشت و اینقدر اصرار کرد و فشار آورد که قبول کردم اما داستان خرابکاری من در روز اولی که وارد مهرآباد شدم واقعا شنیدنیه وقتی از دسپول برگشتیم فورا خودمون رو به مهرآباد معرفی کردیم ولی اون روز برامون کلاس نذاشتن سروان مهدی طیبی نمیدونم چجوری از اومدن ما باخبر شده بود که سری خودشو به من رسوند و گفت عتیقه تو امروز افسر پست فرماندهی هستی برو سر پستت مهدی ارشد دسته بود و از روی لجبازی من گذاشت سر پست ما از قبل کمی با هم کشمکش داشتیم خلاصه اون روز من تازه وارد شدم افسر پست فرماندهی و از همه جا بیخبر رفتم پشت میز نشستم من هنوز خیلی از چیزها رو نمیدونستم مثلا اینکه در تمام مدت باید با لباس فرم باشم و حتی کفشمو رو نمیبایست در می آوردم. مگر موقع نماز خوندن و بعد از اونم باید دوباره می پوشیدم. من فقط اینو می دونستم که افسر ارشد پست فرماندهیه. اگه کسی در میزد باید به افسر اطلاع میدادن و اگه کسی میخواست داخل بشه باید افسر پست اجازه میداد. و خلاصه به هیچ وجه کسی حق رفت آمد به اونجا رو نداشت و در فقط موقعی باز میشد که سرباز غذا می آورد. نزدیک غروب بود و منم پشت یه میز نشسته بودم که روش 40 تا تلفن و, و هاتلاین قرار داشت. حوصلم سر رفته بود هیچ خبری هم نبود میزو دادم عقب و کفشم و درآوردم و پامو انداختم رو میز نگو سربازی که برا کاری رفته بود بیرون در و باز نگه داشته تو همین موقع فرمانده پایگاه تیمسار امیر حسین ربیعی که بعدها فرمانده نیروی هوایی شد اومد داخل من تازه وارد بودم و نمیشناختمش حتی اسمش هم نشنیده بودم همینطور که نشسته بودم و پام روی میز بود ربی اومد تو اتاق و رفت کنار تابلویی که تعداد و مشخصات هواپیما روش نوشته بود وایستاد یک کت و شلوار بنفش پوشیده بود با یه لباس یقه سبز گفت جناب سروان چه خبر من برگشتم دیدم یه نفر که لباس فرمم نپوشیده بدون اجازه اومده داخل همینجور که پام بالا بود گفتم شما چه کاری؟ گفت من ربیعیم نشناختمش صدامو بلند کردم و گفتم خب ربیعی باش کی گفته بیای تو گفت در باز بود اومدم داخل به حالت تمسخر گفتم هر جا دروازه شما میری تو بفرمو بیرون آقا دیگه پاهمو پایین آورده بودم که کفشامو بگوشم و برم بیرونش کنم که گفت سروان شما منو نشناختی اینو که گفت یکم دست پاچه شدم گفتم نه نمیشناسم پرسید کی وارد پایگاه شدی گفتم همین امروز گفت امروز اومدی اون وقت همین امروز هم گذاشتنت پست فرماندهی کی شما رو رو این پست گذاشته گفتم ستوان طیبی گفت پسر جا من ربیعی ام فرمانده پایگاه تا اینو گفت خبردار وایستادم و احترام گذاشتم گفت من یه ساعت دارم میگم ربیعی ام اون وقت تو همینجور پا انداختی رو پاتو نشستی دیگه ازم صدا در نمی اومد. بعدش گفت زود تلفن رئیس عملیات پایگاه مهرآباد سرهنگ حبیبالله خامنه رو بگیر شماره رو گرفتم و گوشی رو دادم دستش گوشی رو که گرفت گفت مرد حساب شما چجوری اجازه میدی کسی که روز اولشه بیاد پست فرماندهی بمونه یه ساعته که من بهش میگم من ربیعیم میگه هر کی که میخوای باشی باش زودتر خودتو برسون بالا ببینم خلاصه رئیس عملیاتو کشید پست فرماندهی و بعدش هم منو فرستاد خونه دیگه نمیدونم بینشون چی گذشت ولی فرداش سرهنگ خامنه یقه طیبی رو گرفت و براش یه بازداشتی نوشت البته بعدها رابطه من و شهید طیبی خیلی خوب شد و با هم رفیق شدیم چون وقتی با هم صحبت کردیم معلوم شد حرفی که به ما رسونده بودن اشتباه بود شهید طیبی در بعد انقلاب توی پرواز شناسایی رو کردستان به خاطر تیراندازی گروههای ضد انقلاب سانحه داد و سقوط کرد تنها چیزی که ازش پیدا کردن یه انگشت با حلقه ازدواجش بود بعد از ماجرای تیمسار ربیعی توی ماجرای دیگه من با سرهنگ خامنه هم به مشکل خوردم سرهنگ خامنه کرمانشاهی و متعهل بود و تو پایگاه خونه داشت یه روز که دوباره من افسر پست فرماندهی بودم جناب سرهنگ موقعی رفتن به من گفت کورا من دارم میرم خونه هر کی منو خواست خبرم کن نمیدونم چرا همیشه دوست داشتم بالا ها رو اذیت کنم خلاصه ایشون رفت و شایدم هنوز سوار ماشین نشده بود که تلفن زنگ زد یه خانوم بود گفت جناب سرهنگ خامنه تشریف دارن گفتم نه تشریف بردن منزل میخواین شماره منزلشون بهتون بدم گفت اگه بدید بد نیست شماره خونه رو دادم و تلفن رو قطع کردم مثل اینکه اون خانم زنگ میزنه و خانم سرهنگ گوشی رو بر می داره. اون خانم میپرسه جناب سرهنگ تشریف دارن که همسرشون میگه نه اون خانم دوباره میپرسه شما کارگر ایشون هستی که میگه نه من خانمش هستم میگه اه مگه این زلیل شده زنم داره خلاصه پشت تلفن با هم یکی به دو میکنن جناب سرهنگ که میرسه خونه دعوا مرافع شروع میشه فرداش سرهنگ خامنه تا منو دید گفت کورا تو شعور نداری؟ گفتم جناب سرهنگ شما به من نگفتین که کی قرار زنگ بزنه من خیال کردم فامیلتونه شماره دادم گفت مرد شورتو ببرم با خیال کردنت البته جناب خامنه هم تلافی کرد قرار بود به شکاری ها یه سال ارشدیت بدن و اسامی رو هم باید سرهنگ خامنه به ستاد میفرستاد که به خاطر همین کارا و بی ها سه ماه از ارشدیت من کم کرد از شانس بعد منم خانم موشی اشتباهی تایپی کرد که سه ماه شد شیش ماه من سه ماه بعدش منتظر بودم که درجم بیاد ولی تا شیش ماه طول کشید تحقیق کردم دیدم منشی اشتباهی تایپی کرده و برگر رو همونطوری به ستاد فرستاده به حالت گله به سرهنگ خامنه گفتم جناب سرهنگ دیدین غیر از سه ماهی که شما کم کردین سه ماه دیگه هم حق منو خوردن گفت تو این کاسه شکسته میمونی که هر کی از را میرسه یه لگت بهت میزنه دیگه کارش نمیشه کرد احتمالا سرهنگ خامنه از این بلایی که سر من اومد دلش خونک هم شده بود خلاصه خاطرات آموزش در پاکستان تموم شد و من برای کامل کردن ویدیو مجبور شدم قدری از خاطرات اوایل ورود خلبان عتیقچی به ایران رو هم براتون بازگو کنم زمن این که به عزیزان توصیه می‌کنم که کتاب فوق‌العاده زیبای پرواز با آتش این خلبان غیور کشورمون رو تهیه کرده و مطالعه کنن. به امید اینکه شما همراهان خوب برنامه من از لایک و کامنت خوبتون محروم نکنید تا ویدئوی بعدی همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. همیشه در پناه خدا باشید.